قصه آدم و حوا شروع میشه که دجا خدا و صدا شیطو گوشتن. اونا نافرمانی کردن و پیمان بشر با خدا شکست. اونا اولین کسایی بین که گناه و مرگ گناه نه تجربه کردن. اونا هاستن با برگادار خوشون قایم بکن تا شرمش و دیار نوه. اما خدا دی پوشش راضی نی. دجاش اونان و پوس حیوان پوشون. خود خدا اولین حیوان سی قایم کردن شرمشو قربانی کرد. آدم و حوا دو بچه داشتن که نومشون حابیل و قابیل بود. آن از غذایی که خوش آماده کرده بید سی خدا آورد. به حالی که حابیل یه حیوان قربانی کرده بید. قربانی خینی. خدا قربانی حابیل قبول کرد ولی سی قائن رد کرد. سی چی؟ چون گناه دلیل مرگ و جیابین ده خدا موه و باید وازنه دیه شده. قائن دری حسادت حابیل کشت و بخش عظیمی از انسانیت نه ده ره تاریکی بود. صدها سال بعد روغه و از خرابی که خدا گفت هیچ که دری زمینی که لایق زنیه ای بود. هیچ کس بجز نوح و ایالش. خدا نوح دعوت کرد یک کشتی بسازد. یک کشتی گر. و ده این ساختنش ای پیام ده. داوری سی گناه ها داره میاد. و فقط یه ره سی فرار و گرتن رحمت خدا حساب. اونا میخنسن و نوح رو مسخره میکردن تا اینکه وارو واری و آود اعماق بیرون زد. در حالی که مردم آماده نی. طوفان کل انسانی و حیوانیان کشت و دنیا به خاطر گناهانشون هلاک بید. دنیا نوح و ایالش و حیوانیایی که خدا به کشتی آورده بی گندر کردن. بعد ابراهیم اومد، پدر ایمان. خدا وش گفت کرش ورداره و روی بالا یک کوه قربانیش بکن. ابراهیم به خاطر این دستور مضطرب بود ولی به خدا اطاعت کرد. ابراهیم ایمانش و کارش به خدا ثابت کرد و کرش و کوه موریا بود. ولی درست وقتی که ابراهیم میخواست کرش قربانی بکن، خدا جلوش گرفت و حیوانی نه آماده کرد که دجا کرش قربانی بود. او حیوان پسر ابراهیم آزاد کرد و جایگزینش بید. خوین دجا خوین، زنی دجا زنی. 400 سال گذشت و خدا موسی را فرستاد تا قوم بنی اسرائیل نو بیرون از مصر رهبری بکن. فرعون پادشاه مصر یعنی دوست نیاشت، پس خدا اون با ده بلا مجازات کرد. آخرین بلا یعبی که خدا فرشتن مرگ نه فرستن تا کر اول هر خانواده نه بکشن. مگر کسایی که وشو دستور دیعبی یه بره قربانی بکن و خینشه در چارچو در هونشون بکشن. اگر فرشته خوین میی میفهمه است که بچه هایی که هان در هونه به قربانی نجات پیا کردن. چه یهودی، چه مصری، چه برده، چه آزاده، اگر در دستور خدا اطاعت میکردن بچه هاشو نجات پیدا میکردن. وگر نه او شو دقیقاً هیوتوری که موسی نبوت کردی اتفاق افتاد و در سراسر مصر گریوه عظیمی در هر خانه که رحمت خدا به وسیله قربانین رد کرده بی و را افتاد. بعد موسی به قومش کتاب تورات ده که دوه خدا تشریفات سی پوشونان گناهانشون تعیین کرده بید. شخص خطاکار یه حیوان سی قربانی نزد کاهن می آورد. دستیاش ری سر حیوان می نیا و نشانه یک شرم و گناهش به حیوان منتقل بود. بعد حیوانی قربانی می خوینش می رخت، گناه او شخص دبین می رد. داوود پادشاه و انبیا در توراتی که موسی وش و دیعبی اطاعت میکردن. ولی هی سوال در سرشو بی که آیا خون حیوان واقعا میتونه گناهان بپوشونه یا اینکه
اونا علامت ها و نمادی های بین که به آینده اشاره داشتند. داوود درباره کسی که میان نبوت کرد، یه پادشاه، یه مسیحا، کسی که در نسل داوود پادشاه هست و در قدرت، سلطنت و حکومت و ای حال فروتن و قلبی پر از شفقت دارد. مسیحا بی گناه، کامل، بی عیب پا، او رنج می کشی و می مرد و قربانی لایقی بی. او قرار بی قربانی عظیم بود. عیسی دمین طویله و دنیا اومد، چون هیچ کس سیش جایی نیاشت. در یه باکره و دنیا اومد، پاک و دنیا اومد. او نسل شاهانه ولی فقیر در داوود پادشاه بی. چوپانی های روستایی و فقیر، حکیمان ثروتمند به شهر سی اکرام و نوزاد اومد. شهادت دن که او حقیقتن او کسی که قرار بی بیاد، او مسیحایی که کلام خدا وعده شده بی. عیسی محبت، حقیقت، صلح و فروتنین موعظه می کرد. او نجاری فروتن اما فیلسوفی باهوش بی. او باعث رنجش ریاکاران مذهبی بی که به تشریفات بیشتر از محبت به خدا اهمیت می دن. ولی محبوب فقیران، فروتنان، توبکاران و گناهکاران. او کریا، کسیایی که معیوب بین و دیوزدیان شفا می دن. او حتی مردیان و زنی ورمیگردنا. یه مرد بی خانمان، یه معلم سیاق، یه انقلابی که دوستداران خدا دعوت می کرد که به پری زنی بکن. عیسی حتی خدا بوه خوش خطاب میکرد و به انسان نشون ده که قادر مطلق تونه مثل یه بوه دوست داره. خدا میخواست با انسانی ها مثل فرزندانش ارتباط برقرار بکه، اما یه مشکل بی. اونو همچنان گناهکار بین و خدا قدوس. گناه انسان که در آیم شروع بی انسانیان در خدا جدا کرد. او مسیحا مینس که باید چی بکه تا اونان ورگردنن. یحیای تعمید دهنده درباره عیسی نبوت کرد و گفت: بنگرید، این است بره خدا که گناهان جهان ور می آورد. عیسی همان مسیحا بود، همان برگزیده شده بی تا قربانی عظیمی بود. هیچ وقت گناه نکرد. او مقدس و پاک بی و شایسته بی که بهای گناه نپرداخت. او بی گناه در عوض گناهکار، او قدوس در عوض مردم گناهکار. او ای کار سی پدرش انجام داد، ای که بهای گناه بشر پرداخت بکند، این که اونان در بردگی گناه آزاد بکند، این که اونچه آدم در دست عبی به او ورگردند، یه رابطه کامل با خدا. عیسی ری صلیب مرد، نه به خاطر یهودیا یا رومیان، بلکه با دست خدا پدرش. خدا عیسی را قربانی کرد تا اون چه که توسط انبیا نوشته بود محقق بکند، اینکه او بره خدا بود که گناهان در جهان یعنی من و شما بردارد. ولی و یه ختم نی، سه روز بعد خدا عیسی مسیح در مردگان قیام داد. عنوان وعده سه کسانی که بهش ایمان آوردیم، یک اونا هم دواره سه حیات جاوید قیام میکنه. بعد یه عیسی و شاگردانش وعده ده که دواره ور میگرده، ولی ای دفعه به عنوان داور و پادشاه. مسیحا هدیه خدا و نوع بشره، یک اونا ده گناهانشون نمیرن و ده خدا جیا نوان، بلکه با پذیرفتن قربانی عیسی بتونن دواره به رابطه کامل با خدا ورگردن. ولی مثل هر هدیه‌ای تا دریافتش نکی مال شما نیست.